با درود خدمت شما بزرگواران، پیرو سال چند مخاطب در مورد محور مقاومت و تغییر هژمونی منطقه‌ای میخواستم یک سری توضیحات رو خدمتون عرض کنم. ما طی 4-5 سال گذشته در مورد تغییر خاورمیانه و نظم نوین در این منطقه صحبت‌های بسیاری کردیم و بعد از ترور قاسم سلیمانی نوشتیم که محور مقاومت به پایان خودش نزدیک میشه. این بازی ها بر اساس مقتضیات زمان تغییر و تحول در درونش ایجاد میشه و بر اساس اولویت ها و نیاز ها در منطقه بازیگران جدید معرفی میشن یا بازیگران از منطقه حذف میشن. ولی در این قانون نانوشته همیشه یک اصلی هست که شما نوچه یا مهره کسی دیگر را نمیتوانی حذف کنی مگر اینکه خود اون به حال لابی حذفش کنه. مثلا قاسم سلیمانی مهره‌ای بودش که توسط گلوبالیستا و امریکایی ها بزرگ شده بود و توسط اونها هم حذف شد. محور مقاومت هم به واسطه بازی هایی که در منطقه بعد از کودتای 57 رخ داد شکل گرفت که بتوانند جلوی لابی های افراطی یهودیان اسرائیل رو بگیرن. برای همین دیدیم که طی 4 دهه با شعارهای مختلف راه قدس از کربلا میگذرد و مدافعان حرم تلاش کردند که نیروهای ایرانی، سرمایه های ایرانی و ذهنیت ایرانی رو به آن سمت سوق بدن که مثلا اسرائیل دشمن ایرانه. مثلا من کاری ندارم اسرائیل خوب یا بد. ولی در نهایت میبینیم که طی 43 سال بعد از به وجود آمدن جمهوری اسلامی، عملا جمهوری اسلامی و اسرائیل به عنوان دو لبه قیچی تلاش میکنن که بازی ها و اهداف مختلف رو در منطقه به نفع نظم جهانی تغییر بدن. و هر زمانی در هر کدوم از این دولت‌ها، چه جمهوری اسلامی چه اسرائیل، هر کی برخلاف بازی عمل کنه فشار میارن که حذفش کنن. محور مقاومت هم طی 43 سال شکل گرفت، پرداخته شد و بعد از آورده شدن داعش به منطقه محور مقاومت یک نقش به حال مهمتری رو در منطقه ایفا کرد و بهش بالا پر دادن و با شعار این که اگر ما در سوریه نجنگیم مجبوریم در تهران با داعش بجنگیم. عملا داعش یک بازی گلوبالیستی بود عین ویروس کرونا. حالا ما قبلا در این مورد صحبت کردیم که تمام کشورها، تمام دولت‌ها از اون نفع بردن، ترکیه، اسرائیل، ایران و حتی عراق. و نهایتا ایران به واسطه داعش توانست هژمونی خودش رو در سوریه تکمیل کنه، به حزب الله موشک‌های بلند برد بده و عملاً حصار کشید به دور اسرائیل که هر زمانی که یهودیان افراطی بخوان دست از پا خطا کنن با ابزاری مثل حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و برعکس نیروهای نیابتی که در بلندی‌های جولان و مرزهای اسرائیل مستقر هستند بتوانن اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن. که حالا نمونه‌اش رو مثلا در 7 اکتبر دیدیم که حماس رو قربانی کردن که یک زخم کاری به دولت نتانیاهو بزنن. حالا کاری به این موضوع نداریم، ولی یک قاعده کلی هست. وقتی شما یک هژمونی رو تشکیل میدی، یک به حال امپراتوری رو تشکیل میدی، برای اینکه بخوای تغییر ماهیتش بدی، وقتی بخوای هویتش رو تغییر بدی، باید به گونه ای رفتار کنی که انگار یک دشمن خارجی، یک گروه خارجی دارن شما رو تحت فشار قرار میدن. وگرنه این هژمونی ها اگر از مرکز به حال قطع بشن، هر کدوم برای خودشون رفتارهای مختلفی رو انجام میدن و باعث میشن این برصد این تلاش هایی که طی 43 سال مثلا جمهوری اسلامی کرده عملا به نفع گروه خاصی مصادره بشه. و در داخل عراق، سوریه، لبنان هم گروه های مختلفی بودن. ولی خب وقتی این هژمونی باید شکسته بشه، باید به صورت همونطوری که با نظم و ترتیب و انضباط و طی چندین سال ساخته شد، برای اینکه این گروه ها نتوانند دوباره فعال بشن و برای اهداف خودشون یا اهداف دیگر کشورها عمل کنن، اینها هم باید به طور به مرور زمان و به واسطه یک دشمنی، حالا آمریکا، انگلیس، ناتو، اینها رو تضعیف کنن و ضعیف کنن. و داریم می‌بینیم این بازی از سال 2020
بعد از ترور سلیمانی آغاز شده و الان هم به جایی رسیده که هم حوثی‌ها دارن تضعیف میشن، هم محور مقاومت در عراق، سوریه که عملا قشنگ یک میدان فشل شده که اکثر مهره هایی که به واسطه این ایدئولوژی رشد کردن و قرار نیست تغییر ماهیت بدن و متوجه بازی بشن حذف میشن و تنها بازی این به حال مهره اصلی حزب الله مونده که یه گروه منسجم هستش که البته حزب الله بخشی از حزب الله وارد سیاست شده، ولی خب حزب الله هم یک بازی هستش برای شرایط بحرانی که همونطور که گفتیم اگر این شرایط بحرانی شه نصرالله هم قربانی خواهد شد، برای اینکه عملا این بر صورت مخالفان بازی نظم جدید در اسرائیل هم حذف بشن. برای این موضوع هستش وقتی گفتیم محور مقاومت تمام شده، طی 43 سال این محور مقاومت شکل گرفته و الان طی تقریبا 4-5 سال داره تضعیف میشه و چیزی به پایانش نمونده و این آمدانه با توسط لابی های جمهوری اسلامی در حال انجام هست، به صورتی که با طرف غربی هماهنگ میکنن یک عملیاتی رو انجام میدن برای حذف یک گروه دیگه. مثلا وقتی شما میبینید قاسم سلیمانی رو حذف شد، این میبینید در هماهنگی بین نیروهای امریکایی امنیتی اسرائیل، امریکا و جمهوری اسلامیه. مثلا وقتی شما قاسم سلیمانی که در سال مثلا 2006 در لبنان در اوج اون برسا جنگ 33 روزه نتوانستن ترورش کنن و هر بار هم حالا طبق گفته های یک فرمانده ارشد نیروهای امریکایی گفت ما چندین بار قاسم سلیمانی رو در تیررس داشتیم ولی کاخ سفید اجازه ترورش رو نمیداد. در این برهه که ترور شروع شد، برای اینکه بازی ها داره عوض میشه و با چراغ سبزی که در داخل تهران بین گروه های مختلف دادن و اون حصار امنیتی رو لو دادن، باعث شدش که مثلا سلیمانی ترور بشه یا سید رضی ترور بشه یا فخری زاده در داخل ایران و این بازی ها کماکان ادامه داره. یعنی خیلی ها اگر شما نگاه کنید اسامی انقدر زیاد هستش تا این 4-5 سال انقدر زدن که عملا بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی اینها امکان پذیر نبود. حتی در داخل کشور بعضی مواقع میبینید که یه سری رو در داخل ایران ترور میکنن، اینها هم همگی هماهنگ برای اینکه اون سیستم رو یواش یواش خوش کنن. الان سیستم قاسم سلیمانی، اون لابی قاسم سلیمانی رو همه رو زدن، یعنی هم مهرهای عراقی سوری در داخل ایران همه رو زدن، چه مهرهای اقتصادیش چه مهرهای سیاسیش تمام رو تضعیف کردن و اون شبکه رو نابود دارن نابود میکنن. ولی خب این یک طی زمانی طول میکشه و خب این یک قاعده بازی هستش که شما وقتی امپراتوری رو تشکیل میدی و حمایتش میکنی بزرگ شه، برای اینکه بازیشو عوض کنی و نگذاری این هژمونی ها تبدیل به هژمونی های کوچک بشن که نهایتا برای خودت شاخشونه بکشن، باید توسط یک سیستم و به طور به حال یک فرایند زمانی اینها رو تضعیف کنیم. این یک توضیح کوتاهی بود در مورد محور مقاومت و بازی ها در منطقه. همونطور که گفتیم در منطقه خاورمیانه دیگه قرار نیست سناریو مثل قبل برسا جلو بره. روابط داریم میبینیم بین ایران، عربستان، مصر برسا روابط بهتر شده و الان هم بازی اسرائیل و ایجاد کشور فلسطینی هم در شرف انجام هستش و در منطقه‌ای که اینتل سرمایه‌گذاری آنچنانی کرده، شهرک الکترونیکی نئوم، پروژه هایی در امارات، عمان، قطر و در خود ایران قرار پروژه هایی که اجرا کنن، پس قراره که این منطقه تقریبا روی خوش ببینه و بازی ها از جنگ و ترور به سمت ترور، تکنولوژی و توریسم هدایت بشه. و بعد از اینکه این محور مقاومت تضعیف شد و دستور عقبگرد رو بهشون دادن، دیدیم که حالا حمله کردن این ارزشه ولایی به جمهوریت به حال این نظام و میبینیم که درگیری هم برای اینکه یک سری برصورت منابعی رو برای خودشون تأمین کنن، اینها هم حذف خواهند شد. یعنی ما گفتیم بعد از حماس و حزب الله و حوثی ها، اینها در نهایت در داخل ایران به صورت خیلی قورباغه پز از کنار گذاشته میشن، کشته میشن و بازی ها داره عوض میشه دیگه. یعنی شما در جمهوری اسلامی رو چه بخواهیم چه نخواهیم، جمهوری اسلامی دیگر بعد از خامنه ای رهبری نخواهد داشت، مرجع تقلید در منطقه و شاید دیگه شخصیت عظمایی نخواهد بود، به هر حال مذهب شیعه خواهد ماند در واتیکان شیعه که در نجف هستش که کماکان دارن میسازن
و چون جامعه ایران به مراتب از جامعه های خاورمیانه از نظر بر صورت سکولاریسم آداپته شده هست و اکثر قشن نسل جوان از دین در فراری هستن به خاطر فشارهایی که جمهوری اسلامی آورده، به حال از ایران به عنوان یک الگو استفاده خواهند کرد برای تغییر بافت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و تبدیل کردن به حال سلطنت ها به جمهوریت به واسطه فشارهایی که میتوانند توسط به حال بازی های فرهنگی و تغییر و تحولات در منطقه ایجاد کنند و ایران به عنوان یک نمونه در این بازی ها خواهد شد. حالا شاید تعجب خواهید کرد، شاید در آینده در داخل ایران یعنی نخست وزیر یا رئیس جمهور زن هم شما ببینید که در خاورمیانه عملا این اولین بار رقم خواهد خورد. و خاورمیانه نوین خاورمیانه ای هستش که کشورها موظف هستن با هم در یک ارتباط باشن و اون دشمنی ها و کینه ها بعد از به وجود آمدن کشور فلسطین بازی ها هم تمام خواهد شد و ایران و اسرائیل هم به هر صورت حالا طی 3 سال آینده یا 5 سال آینده با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. این که حالا توضیحاتش بیشتر هستش، حالا در یک برنامه دیگه خدمتتون عرض میکنم. نهایتا این رو بدونید محور مقاومت خیلی وقت تموم شده، ما از سال 2020 این قضیه رو خدمتتون عرض کردیم، ولی خب گفتیم امپراتوری که طی 30-40 سال شکل گرفته باید ظرف تقریبا یک زمانی خراب بشه که اون لاشه ها و اون باقی مانده ها نتوانن دوباره جان بگیرن. برای همین میبینیم که بازی ها به این گونه در منطقه داره شکل میگیره و آرام آرام به طوری که جو به حال شلوغ نشه و احساسات برانگیخته نشه، تک هی هر رفه یک مهره اصلی رو حذف میکنن، یک گروه مقاومت رو حذف میکنن و نهایتا خواهیم دید که در منطقه‌ای که عاری از گروه های مقاومتی و نیابتی خواهد بود، بازی ها حداقل تا 2050 به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد.